درود میفرستم خدمتتون. حضورتون عرض ادب میکنم، هموطنان عزیز و ارجمند و آگاهم. نشریات آمریکایی، رسانه‌های عرض کنم که آمریکایی و انگلیسی، همه ماجراها را به اطلاع شما نمیرسانند، یعنی به اطلاع مردم نمیرسانند، نه به اطلاع شما. نوعی سانسور در مورد خبرها حاکی است که سرنخ آن پشت دستگاه‌هایی است که سیاست‌های آمریکا و انگلیس را هماهنگ می‌سازد و یا اساساً زیر نظر تشکیلات آمریکایی اداره می‌شود. اما روزنامه‌های اروپایی، بارها خدمتتون عرض کردم، روزنامه‌های آلمان، روزنامه‌های فرانسه، اینها این قید و بندها را ندارند. و آنچرا که ما در جستجویش هستیم این سوی دنیا، آنها به راحتی ارائه میدن. یکی از مسائلی که تازه اگر اشتباه نکنم روزنامه های آلمانی فاش ساختند این است که در این هماهنگی کشورهای منطقه خلیج فارس مثل قطر، عربستان سعودی و کجا و کجا در علیه داعش، به این دلیل حکومت اسلامی را به بازی نگرفتند و خشم آقای خمینی را برانگیختند که اگر حکومت اسلامی را دعوت میکردند ناگزیر بخش کشورهای سنی نشین و به طور کلی سنی‌های منطقه را در عراق، در سوریه، در عربستان، در قطر و بسیاری جاهای دیگر از خود میرانجندن، از خود دور میکردن. و بنابراین بهتر بود که حکومت اسلامی را بگذارن کنار تا کشورهای متعدد سنی نشین را. اما قضیه فقط این نیست، این یک روی سکه است. روی سکه دیگر این بود که آمریکا دچار وحشت است که مردم فکر کنن که آمریکا دنبال اسلام شیعه است، دنبال حکومت اسلامی است. آقای اوباما به دلیل شرایط داخل آمریکا، انتقادات شدیدی که بر آقای اوباما وارد می شود که با حکومت اسلامی نوعی رابطه های پنهانی برقرار کرده است، وحشت دارد که مردم بگویند که شما از حکومت اسلامی، حکومت ظالم اسلامی در ایران حمایت میکنید. همین امروز در کنگره آمریکا جلسه محرمانه ای برگزار شد بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگره. آنها دارن بررسی میکنن که به آقای اوباما تا کجا میتوانن اجازه بدهن که به سوریه حمله کند. وحشت جهانی را سیاست های آمریکا به وجود آورد، یعنی با پیدایش داعش آنچنان که باید مردم جهان بترسند از این گروه خونخاری که فقط آدم کشی را خوب آموخته است، زمینه را آماده کرده که اگر روسیه بخواهد جلوی آمریکا را در حمله به سوریه بگیرد، مردم جهان علیه روسیه عرض کنم که اقدام کنند. در واقع اگر هم نمی توانند کاری انجام بدهند، جو جهانی را، افکار عمومی جهانی را بر روسیه برانگیزند، علیه روسیه برانگیزند. خب اینا مسائلی است که ما تو رادیو فردای مربوط به آمریکا یا بی بی سی لندن که تکلیفش برای مردم ایران روشن است نمی‌بینیم. در چنین جریانی است که سپاه پاسداران وارد یک تهدید خطرناک می‌شود و آن هم این است که می‌گوید که آمریکا قصد حمله به سوریه را دارد. از همه این بازی‌ها البته آنها و بسیاری دیگری معتقدند که داعش را خود آمریکا به وجود آورده است. اینها را در نشریات اروپایی واضح‌تر و روشن‌تر می‌توانیم دنبال کنیم و بخوانیم. معتقدند که آمریکا داعش را به وجود آورده است تا حساب
آقای بشار اسد را برسد. بشار اسدی که فعلا یک پدرخوانده‌ای مثل روسیه دارد. سپاه پاسداران میگوید که اگر آمریکا به بهانه داعش بخواهد به سوریه حمله کند، آنجا با سپاه قدس طرف است و آمریکایی ها میدانند. اینو فرمانده سپاه پاسداران میگوید، آقای جعفری، میدانند که سپاه قدس قادر است چگونه مقابله کند با تجاوز آمریکا. از نظر سپاه پاسداران، اینها رو کد میکنم از سپاه پاسداران. بنابراین اگر هواپیماهای آمریکا بخواهند در سوریه بشار اسد را از بین ببرند، با ما طرف خواهند شد، ما در سوریه آن وقت حضور قاطع خواهیم داشت. خب این یک تهدید جدی است. قبلا بشار اسد گفته بود که ما اجازه نخواهیم داد که بدون هماهنگی با ما هواپیماهای آمریکایی نقاطی را که معتقدند آمریکایی‌ها داعش در آنجا پنهان شده است بمباران کنند. و آقای اوباما تند و سریع جواب داد که فکر حمله به هواپیماهای آمریکایی را از ذهن خود، از سر خود بدر کنید، چرا که به محض اینکه اولین شلیک را به سوی هواپیماهای آمریکایی بکنید، ما کلن سیستم هوایی شما را از بین خواهیم برد. باز نقل است در روزنامه‌های اروپایی که حکومت اسلامی دارد به سرعت موشک‌های پیشرفته ای را که بزن بعضی ها با موشک های 300 اس روسا که تحویل ندادن به ایران برابری میکند، برای بشار اسد میفرستن. این وضعیت جهان به همین داعش خاتمه پیدا کرده است. کسی خبری از صحرای سینا نمیخورد، از صحرای سینا در مصر هیچ خبری ندارد که چه گروهایی در آنجا به طرق مختلف دست به اسلحه بردن. سربازان مصری را میکشند، صحرای سینا را ناامن کردند، قبایل صحرانشین اینها را کسی نمیبیند، کسی نمیخواند، چون جایی منعکس نمیشود. کسی توجه نمیکند که رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان میگوید که این گروهی که در مصر از بین برده شد، اخوان المسلمین که کشیدن به قطر و از قطر اخیراً اخراج شده اند، رئیس جمهور ترکیه با آنها خوش آمد میگوید، میگوید میتوانید بیایید در ترکیه و امن و امان زندگی بکنید. خب اگر اخوان المسلمین که ما میدانیم چه شرایطی داشته است در تمام طول سالها، نه از وقتی که به اصطلاح بهار عربی شروع شد، ما از زمان عبدالناصر وقتی که تاریخ مصر را دنبال کنیم، جا و بی جا و گاه و بیگاه با اخوان المسلمین روبرو می شویم. چنین تشکیلاتی، چنین دستگاهی با آن وسعتی که اصلا قابل مقایسه با داعش نیست، اینها در خاک ترکیه بهشان خوش آمد میگویند، اون وقت همه جهان رها کردند این مسائل را و چسبیدن به یک گروه به نام داعش. اینجاست که شک آدمی برانگیخته می شود که بی تردید داعش بهانه است برای جنگ و ستیز آمریکا و روسیه. جنگ و ستیز لفظی میگم، جنگ سردی که در گرفته است میگم. آقای پوتین میگوید من اجازه نمیدهم آقای بشار اسد را بردارید. آمریکا میگوید که ما با بشار اسد طرف نیستیم، ما با گروه داعش طرفیم. اما کیست که ندارد که وقتی آمریکا رفت، گروه های دیگری که نه داعشی هستند و نه تروریست هستند، بلکه برای سرنگونی بشار اسد عرض کنم که تلاش میکنند، آنها تقویت خواهند شد و بشار اسد سقوط خواهد کرد بدون آنکه از آقای پوتین کاری ساخته باشد. چرا می شود چنین فکر کرد؟ برای اینکه قیمت نفت همچنان هر روز پایین می آید.
یعنی یک چیز عجیب، یک چیز غیر قابل باور. وقتی اوضاع جهان به هم ریخته میشد، قیمت نفت میرفت بالا. الان چگونه است که قیمت نفت آنقدر سقوط کرده است که روسیه از تشکیلات اوپک که پادشاه فقید به وجود آورد برای حفظ قیمت نفت تقاضا میکند، روسیه از اوپک تقاضا میکند که اجازه بدهید در نشست تازه اوپک کشورهای صاحب نفت ما هم شرکت کنیم تا اندیشه‌ای بکنیم برای سقوط نفت. آیا بیشتر از این و بازتر از این میتوان ماجراهایی که این روزها میگذرد با شما در میان گذاشت؟ آیا پرده کشیدن از همه این ماجراها کاریش آسان، کاریش تکراری و یا نه نوع آگاهی دادن به شما مردمی است که در حصار بلند رژیم به ظلم گرفتار آمده اید؟ اون وقت آقای جعفری میگوید که ما فقط به کشورهای کمک میکنیم که تحت ستم و ظلم قرار گرفتن و کسی نمیپرسد از آقای جعفری که آیا هیچ ملتی بدتر از ملت ایران تحت ظلم و ستم هر قرار گرفتن؟ 36 سال است مردم مظلوم ایران زیر ظلم و ستم قرار گرفتن. آقای جعفری چرا به مردم خود کمک نمی کنید اگر راست می گویید؟ چرا می خواهید بروید آنور دنیا به مردمی که مورد ظلم قرار گرفتن کمک کنید؟ ابتدا مردم خود را دریابید. اگر راست می گویید مردم خود را از جور و ستم نجات دهید. تشکر می کنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.